عزیزان سلام، امیدوارم که عالی باشین، سلامتی خدا با شما باشه و روز عالی رو شروع کرده باشین. صعود عیسی مسیح بر همگی شما مبارک باشه. من علیم و چقدر خوشحالم که توی این سری جدید از پیغام ها با عنوان دوستی نزدیکتر با عیسی مسیح در خدمت شما هستم. چقدر بی‌نظیره که عیسی مسیح ما رو دوستان خودش میخونه. در یوحنا باب 15 این رو میبینیم و حالا این مایم که میخوایم توی این رابطه به این دوست بی‌نظیر نزدیکتر بشیم، با او صمیمیتر بشیم. چون عزیزان تو هر رابطه اولین موضوع شناخت هستش. ما توی هفته های گذشته پیام های عالی رو شنیدیم که چطور میشه رابطه صمیمیتر و دوستی عمیق‌تر رو با عیسی مسیح تجربه کرد. این هفته به یک عنوان دیگه اشاره میکنیم که موضوع مهمیه برای شناخت عمیق‌تر عیسی مسیح و عنوان صحبت های امروز من اینه: دل عیسی رو با روزه بشناسیم. دل عیسی رو با روزه بشناسیم. تک تک ما با کلمه روزه آشناییم و میدانیم که روزه یعنی روزی یا تایمی رو به طور کامل پرهیز کردن از آنچه که برای ما لذیذ و عزیز هستش. و همه ما در شریعت و مذهب گذشته روزهای زیادی رو روزه گرفتیم، برای ثواب، ممکنه برای انجام دادن یک فریضه دینی، برای یه حکمی که به ما داده شده، و یا نه از سر ترس یا نمیدونستیم اصلا برای چی. اما در ایمان مسیحی روزه یکی از راه‌های عمیق‌تر شدن و نزدیک‌تر شدن و شناختن دل خداونده. در کتاب مقدس مردان و زنان زیادی رو می‌بینیم که با روزه گرفتن در شرایط‌های سخت قوت گرفتن برای ادامه دادن و با ایستادن در روزه زندگی خودشون و قوم خدا رو عوض کردن و وارد یک رابطه صمیمیت‌تر با خداوند شدن. تو کتاب استر می‌بینیم، در نهمیا می‌بینیم، در کتاب دانیال می‌بینیم که چطور خدا عمل کرد و برای اونها انجام داد وقتی که اونها در روزه ایستادن و چطور اونها قلب خدا رو و اراده خدا رو در این روزه گرفتن تشخیص دادن. عزیزان ما با روزه گرفتن داریم قربانی میکنیم و پای صلیب میذاریم چیزهایی رو که در زندگی ما وجود داره، اون گناهانمون، اون نفسمون رو، اون افکار اشتباه، اون عادتها و وابستگیهای که داریم و فاصله انداخته اینها در بین ما و قلب عیسی مسیح و باعث میشه که ما از قلب و فکر عیسی دور بشیم. از چه پیغام بی‌نظیری داره این روزه که وقتی ما روزه میگیریم داریم اعلام میکنیم که خداوند نزدیکی به قلب تو، پوری از تو و رابطه صمیمی با تو اینقدر برای من مهمه که حاضرم از چیزهای یومیه و روزانه خودم، از تمام عادتها و روشهای خودم دست بکشم تا به قلب تو نزدیک بشم و توی اون رابطه صمیمی با تو باشم. برای همینه که حاضرم از هر چیزی که برای من عزیز و لذیذ دست بکشم تا به چیزهای عالی و بی‌نظیری که تو برام مهیا می‌کنی برسم. و نه تنها این عزیزان، روزه مسیحی در عین حال که یک پاکسازی درونیه، یک مقوله درونیه، یک بار اجتماعی هم داره، یک مقوله داره از خود خارج شونده. توی کتاب اشعیا باب 58 میخونی در آیه 7 که کلام خدا میگه اون غذایی رو که نمیخورید به فقرا بدید، اونهایی که چیزی ندارن. چه نگاه بی‌نظیری در عین حال که ما داریم قربانی میکنیم این نخوردنمون رو برای قوت یافتن که موانع درونی رو بریزیم، یک نگاهی هم به مسائل بیرونی و اطراف خودمون داریم که از حال دیگران و جامعه خودمون غافل نشیم و آن چرا که نمیخوریم بتونیم با گرسنگان و فقیران تقسیم کنیم، با افرادی که از لحاظ اجتماعی پایین هستن. واو، مهمان کنیم اونها رو، مشارکت بکنیم باهاشون و یک رابطه صمیمی با اونها بسازیم. این چه پیغام بی‌نظیریه و خود این ما رو چقدر به قلب عیسی نزدیک میکنه وقتی از فقیران دلجویی میکنیم. چقدر عمیق و قابل تعمقه. و اگه بخوام به این نکته دیگه بهتون بگم، سنسورهای ما رو روزه مسیحی حساس میکنه نه تنها به قلب عیسی نزدیک بشیم، بلکه قلب عیسی رو برای زندگیمون بشناسیم و اراده او رو برای خودمون تشخیص بدیم. روزه به ما اقتدار میده، قدرت میده، ما رو هوشیار میکنه تا ترفندهای شریر رو بشناسیم تا بتونیم به قدرت روح القدس از اونها عبور کنیم و ادامه بدیم. چون ما میبینیم از باغ عدن
دائما دشمن ما خواسته جدایی بندازه بین خدا و انسان. و تو همین لحظه ای که شما دارید این صحبت های من رو گوش میدید، داره همین کار رو انجام میده و انجام خواهد داد تا من و شما رو از اون رابطه عمیق و صمیمی با عیسی مسیح دور کنه، دور کنه از اون اراده نیکو کامل و پسندیده خدا، تا ما نتونیم بهره مند بشیم از اون محبت بی‌نظیر عیسی مسیح. خواهیم با هم نگاه کنیم به قسمتی از انجیل متی در باب 4 از آیات 1 تا 11، و من میخوام بعد به دو کلمه اشاره کنم که چطور دشمن ما دائما از طریق این دو کلمه ما رو میخواد از دل عیسی دور کنه. بیاییم به این آیات نگاه کنیم در متی باب 4. آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. عیسی پس از آنکه 40 شبانه روز را در روز سپری کرد گرسنه شد. آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. عیسی در پاسخ گفت نوشته شده است که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. سپس ابلیس او را به شهر مقدس برد و بر فراز معبد قرار داد و به او گفت اگر پسر خدایی خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است فرشتگان خود را درباره تو فرمان خواهد داد و آنها تو را در دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت را به سنگی بزنی. عیسی به او پاسخ داد این نیز نوشته شده که خداوند خدای خود را میازما. دیگر بار ابلیس او را بر فراز کوی بس بلند برد و همه حکومت های جهان را با تمام شکوه و جلالش به او نشان داد و گفت اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سجده کنی، این همه را به تو خواهم بخشید. عیسی به او گفت دور شو ای شیطان، زیرا نوشته شده است خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. داشتم عزیزان فکر میکردم که اگر قلب عیسی مسیح به قلب پدر نچسبیده بود چی میشد، و چقدر لازمه که امروز من و شما با روزه احیا بشیم در حضور او و عبور کنیم از تمام این دروغهای شیطان. اولین کلمه‌ای که میخوام با شما در مورد اون صحبت کنم، کلمه‌ای که تو تمام این آیات میبینیم، کلمه وسوسه. عزیزان به خودی خود کلمه وسوسه مشکلی نداره، اما موضوع از جای شروع میشه که دشمن ما با وسوسه و دروغ ما رو فریب میده. دقیقاً همون کاری رو که در باغ عدن انجام داد، برای همین از دلایل درستی استفاده میکنه و درست در زمانهایی که ما احساس میکنیم در بیابانیم، اون جایی که احساس نیاز میکنیم، جایی که شرایط طوری میشه که دیگه هیچ کس و هیچ چیز و هیچ منبعی برای ما کار نمیکنه و احساس میکنیم هیچ کس به فکر ما نیست و من باید خودم یه کاری انجام بدم، اونجاست که دشمن ما با زیرکی کامل وارد میشه، با زیرکی، با استراتژی خاص خودش وارد میشه و ما رو هدف قرار میده تا من و شما رو از اون رابطه صمیمی با عیسی دور کنه. اون میاد و با وسوسه میخواد نیاز صحیح و قانونی که من و شما داریم رو به یک روش ناصحیح و غیر قانونی خدا انجام بده. چقدر نیازه که ما هوشیار باشیم و چقدر عزیزان تک تک ما توی این تله گرفتار شدیم. خیلی جاها فکر کردیم حقمونه و باید نیازمون رو برطرف کنیم و خیلی جاها با این وسوسه ها فریب خوردیم و دروغ های ابلیس رو باور کردیم و در نهایت رابطمون با عیسی شکسته شده، درگیر گناه هایی شدیم، اسارت های زندگی ما رو در بر گرفته و توی اون رابطه صمیمی با عیسی نیستیم. همین لحظه به یاد بیاریم که عیسی برای من و شما روی صلیب رفت و فیض او جاریه، خون او جاریه، او من و شما رو همین لحظه میپذیره و میخواد همین لحظه تو اون رابطه عالی و صمیمی با من و شما باشه. خواهر و برادر عزیز، اگر امروز وسوسه ها شما رو فریب داده، به گناه برده، روزه این قدرت رو به شما میده که در روح القدس تقویت بشی، هر گناه و اسارتی رو، هر فکر منفی رو بتونی پای صلیب عیسی بذاری، هر مانعی رو برداری تا به قلب عیسی نزدیک بشی و توی اون خوشی و صمیمیت و دوستی با عیسی قدم بزنی. روزه اون سنسور روحانی من و شما رو حساس میکنه که آتش روح القدس رو در ما شعله ور میکنه که با پوری روح القدس ما بتونیم اون نور حقیقت خدا رو بر فریب ها و وسوسه های شیطان بتابونیم. عزیزان امروز عیسی مسیح برای من و شما انتظار میکشه و میخواد با من و شما اون رابطه صمیمی رو داشته باشه. آیا امروز شما توی اون رابطه صمیمی با عیسی هستین؟
روزه به شما کمک میکنه و شما رو به یک رابطه عمیق‌تر میبره، قوت میده برای ادامه دادن تا بتونیم از موانع عبور کنیم و به قلب عیسی نزدیک بشیم و قلب عیسی رو بشناسیم، اراده و قلب او رو نسبت به زندگیمون درک کنیم. امروز عیسی مسیح برای شما انتظار میکشه. هللویا، چقدر بی نظیر. دومین نکته که میخوام با شما صحبت کنم، کلمه ایه که دائما دشمن ما ابلیس اون رو با اون ما رو هدف قرار میده و اون رو به ما میگه، کلمه هویت. در آیه 3 و آیه 5 میخونیم به عیسی مسیح میگه اگر تو پسر خدایی. چقدر جمله آشنایی، نه؟ هر روز ممکنه این رو داره برای ما تکرار میکنه، اگر تو پسر خدایی، اگر خدا پدر توه. اگر قلب عیسی مسیح به قلب پدر تنیده نشده بود، خودش رو در آغوش پدر نمیدید، هویت خودش رو نمیدونست، چقدر راحت تو اون شرایطی که عیسی قرار داشت میتونست شرایط او رو عوض کنه و من و شما شرایطمون رو عوض کنه. اگر هویت خودش رو از پدر نمیشنید که این از فرزند من که از او خوشنودم، چقدر شرایط عوض میشد. امروز اگه تک تک ما تو اون رابطه عمیق و صمیمی با خدا نباشیم، چقدر راحت فریب میخوریم. و عزیزان، چقدر تو زمانها تو شرایطی قرار گرفتیم که فکر کردیم بیکسیم، فکر کردیم هیچ کس رو نداریم، هیچ هویتی نداریم. فشارها، بیابانها باعث شده که دیده نشیم، همه چیز رو شاید رها کردیم و شاید امروز جانی نداری برای بلند شدن. صدای محکومیت شاید اینقدر شما له کرده که اسیر محکومیت شدی. و یا نه، هویت من و شما شده اون چیزی که دنیا به ما داده، ثروت، پول، مقام، جایگاه اجتماعی. تو آیه 8 میگه شیطان ابلیس رو به فراز کوهی برد و همه حکومت‌ها رو به اون نشان داد و گفت همه اینا رو به تو میدن اگه به من سجده کنی. خیلی وقتا دنیا اون هویت حقیقی ما رو از اون میگیره و هویت کاذب به ما میده، ما رو از اون رابطه صمیمی با عیسی دور میکنه، یک شکافی ایجاد میکنه بین ما و خداوند. خواهر و برادر عزیزم، امروز شما تو چه شرایطی هستی؟ آیا فشارها باعث شده که خودت رو بیکس ببینی، بی هویت ببینی؟ شرایط امروز شما در ایران و یا هر جای دیگه که توی دنیا هستی، شرایط باعث شده که خودت رو تنها و ضربه پذیر و بیکس ببینی، خودت رو ناامید ببینی؟ شاید هویت خودت رو فراموش کردی، شاید خواستی این هویت رو از دنیا بگیری، شاید فکر کردی دیگه خدا با تو کاری نداره و خواستی که دنیا تو رو هویت بده. امروز عیسی مسیح میخواد این مانع رو کنار بزنه تا به قلب اون نزدیک بشی و هویت حقیقی خودت رو زندگی کنی. اگه امروز موانع رو میبینی، اگر احساس میکنی که نمیتونی ازش عبور کنی، با روزه خودت رو در روح القدس هدایت کن و هویت حقیقی خودت رو زندگی کن. به قلب عیسی مسیح نزدیک شو، به اون چشمه آب حیات، اون چشمه‌ای که از درون شما میخواد بجوشه تا شما رو سیراب کنه و با برکت ها و ملاقات های تازه، با دید و رویای تازه میخواد که با تو ادامه بده. میخواد آوارگی و کلافگی و بی‌هویتی رو از من و شما بگیره. برادر و خواهر عزیزم، بلند شو و تو یک رابطه صمیمی با عیسی ادامه بده، تو یک دوستی عمیق اجازه بده قلب شما به قلب عیسی مسیح بچسبه، با قوتی تازه و با هویت حقیقی خودت ادامه بده تا نور و نمک باشی در این دنیای تازه. امروز شروع کن با روزه در اون قدرت و حقیقی، در اون قدرت و اقتدار حقیقی خودت احیا شو و رابطه جدیدی رو با عیسی شروع کن، در اون صمیمیت و دوستی نزدیک با عیسی به قلب او بچسب. هللویا، چه پیغام بی‌نظیری این پیغام روزه. می‌بینیم که چقدر ما رو تقویت می‌کنه و یک راه عالیه برای شناخت خدا، برای از میان برداشتن موانع و نزدیک‌تر شدن و صمیمی‌تر شدن با عیسی مسیح. بیاید امروز من و شما با روزه گرفتن قربانی کنیم، پای صلیب عیسی مسیح بذاریم هر آنچه را که همین لحظه روح خدا داره به من و شما نشون میده، اون چیزهایی رو که مانع دوستی صمیمی‌تر با عیسی مسیح شده در زندگیتون. بیاید روزه بگیریم برای اون، احیا بشیم، با قدرت ادامه بدیم. بیا اعلام کنیم که خداوند، نزدیکی به قلب تو و صمیمیت با تو از هر چیزی برام مهمتره، پوری از تو از هر چیزی برام مهمتره، مهمتر از اون هویت و لذت‌هاییه که دنیا میخواد به من بده، مهمتر از هر موضوع دیگر. من میخوام تو حقیقت و سلامتی با تو زندگی کنم. بیاد عزیزان با روزه گرفتن قوت بیابیم، احیا بشیم، در اون اقتدار فرزندی خودمون زندگی کنیم.
هللویا. بیای در طول این هفته که روزهای بی‌نظیری تا پنتیکاست بخوایم که روح القدس اون موانع رو به ما نشون بده، اون موانعی که فاصله انداخته توی اون دوستی با عیسی مسیح و توی اون صمیمیت عمیق، بذاریم به ما نشون بده، بذاریم اون جاها رو به ما نشون بده تا برای اونها روزه بگیریم توی این هفته و برداریم به قوت روح القدس این موانع رو و احیا بشیم برای یک رابطه عمیق‌تر، برای یک دوستی صمیمی‌تر و تجربه‌های عالی‌تر با عیسی مسیح. هللویا. خدا رو شکر برای تک تک شما عزیزان. دعای من اینه که تو این هفته بیش از گذشته تو اون رابطه و صمیمیت عمیق با عیسی مسیح ادامه بدین. خدا نگهدارتون باشه. هفته عالی داشته باشید.